در میان قنوت چشمانم عکس یک قبر خاکی افتاده، سنگ غربت شکسته بغزم را، دیدم صبر خود ز کف داده. کاروان دل شکسته من ره سپار بقیع ویران است، زائرم زائر امامی که از غمش سینه بیت الاحزان است. با سلامی به محضرت آقا، با سلامی به محضرت آقا، پر کشیدم شبیه بال نسیم. السلام علیک یا ابن شهید، السلام علیک یا ابن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. با تقدیم دستگل‌های صلوات بر دردانه خلقت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان، و همچنین عرض سلام و احترام خدمت یکایک شما عزیزان همراه، شما بزرگواران، شما مؤمنانی که امشب افتخار دادین به برنامه خودتان به وقت بیداری و همراه ما هستید. در همین ابتدای برنامه جا داره تا تسلیت عرض کنم شهادت جانگداز و غم‌انگیز امام پنجم ما شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلام، اولا به محضر عزادار واقعی، عزادار اصلی، حضرت صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین به محضر شما عزیزان همراه. هر جا که هستید از همه شما التماس دعای خیر داریم. در ماه بسیار ارزشمند، ماه نیایش، ماه عفو گناهان، ماه ذی‌الحجه قرار داریم. امیدوار هستیم که اگر حاجیانی در سرزمین منا به سر میبرند و یا مایی که افتخاری را نداشتیم تا در آن مکان مقدس باشیم، همه ما مورد عفو بخشش خداوند قرار بگیریم. با افتخار امشب با احترام در خدمت استاد عزیز جناب استاد سجادی، چهره آشنا و قدیمی رسانه جهانی هادی هستیم. استاد عزیز سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم به شما و همه بینندگان عزیز عرض تسلیت دارم. بسیار خوش آمد میگیم استاد عزیز و برنامه خودتان، برنامه به وقت بیداری. بسیار خوش آمدید، منور کردید. انشاءالله که بتانیم در جلساتی که در محضر حضرت عالی هستیم، مانند قبل جلساتی که بنده افتخار داشتم به عنوان مجری در خدمت شما استاد عزیز باشیم، بتوانیم از کولبار علم، از کولبار معرفتی که به همراه خودتان همیشه به برنامه میارین استفاده کنیم. استاد عزیز، امشب مصادف شده برنامه ما با شب شهادت جانگداز حضرت امام محمد باقر علیه السلام، و بسیار زیبا هست و میزیبه که برنامه خودمان با مقدمه از حضرت عالی در مورد این امام همام شروع کنیم. عرض تسلیت داریم. متاسفانه که ما عطرت پیامبر را با عنوان معلمان آموزش بندگی به انسان‌ها داریم، ولی زندگی این عزیزان آمیخته است با مصیبت و مظلومیت و شهادت، که شهادت امام باقر علیه السلام را در بین شاده های این ماه ما داریم، و ایشان مسموم شد و مظلومانه به شهادت رسید، و مظلومیت ایم علیه السلام هم اونگونه که باید مورد توجه قرار بگیره گویا مورد توجه قرار نمیگیره. و به همین دلیل سفارشی که امام باقر علیه السلام داشت به امام صادق که به مدت 10 سال موقع مراسم حج در ایام مینا
برنامه عزاداری برای ما ترتیب بدین. 10 سال. برام گریه کنید. یعنی زندگی معصومین علیه السلام مخصوصا امام باقر گریه داره، عشق داره. استاد، این حاوی یک پیام بسیار مهم است. بله. برای ما، برای مایی که تا بالاخره افتخار داریم به پیرو بودن، به شیعه بودن این ائمه علیه السلام و ای که دستور دادن، این فرمایش در واقع یک دستور است، یک برنامه زندگی است. بله. که 10 سال عزاداری کنید. بله. و همانطور که حضرت عالی فرمودید چقدر این مظلومیت برای این ائمه سخت بوده استاد. مظلومیت سخت بوده، ولی ائمه خواستن که مظلومیتشون رو در خدمت اهداف قرار بدن. احسنت. یعنی عزاداری با هدفداری. شما را که به شهادت رساندن ما یتیم شدیم، ما محروم شدیم، ما از تکامل باز ماندیم، از ترقی همه جانبه باز ماندیم. پس ببینید توصیه به عزاداری بازم در حقیقت توصیه به رفتن به سوی تقرب الله و اهداف ترقی انسان. انشاءالله که ما امیدواریم که همه بینندگان عزیز ما به یاد امام باقر علیه السلام باشه و خودشون را عزادار بدانند. منتها از طریق عزاداری و سوکواری اهداف امام باقر علیه السلام را دنبال کنن و بنده خوبی برای خداوند باشن. انشاءالله. جناب استاد سجدی عزیز، همه همراهان محترم برنامه در جریان هستند. حالا شاید ما امشب حتما مهمانان جدیدی هم داشته باشیم که همراه برنامه شدن و واقعا ما خوشحال هستیم، خوش آمد میگیم به همه بزرگوارانی که برنامه به وقت بیداری را دنبال میکنن. این برنامه هر شامگاه در همین ساعت به صورت زنده و مستقیم از رسانه بسیار محترم جهانی هادی تقدیم عزیزان میشه و انشالله که بتانیم امشب هم مانند شبهای قبل که موضوع بسیار مهم میره عزیزان انتخاب کردن برای مباحثی که در خدمت شما استاد بزرگوار خواهیم بود، این موضوع موضوع بندگی و کامیابی فردی و اجتماعی انسان هست. عنوانی به ظاهر شاید ساده ولی بار معنای بسیار وسیعی داره که سعی کردیم به عنوان یک شاگرد، یک دانش آموز در خدمت شما باشیم و انشاءالله از شما یاد بگیریم. اما قبل از این من اجازه میخوام وظیفه رسانی خودم انجام بتوم، پل ارتباطی برنامه را خدمت عزیزان اعلام بکنم. انشاءالله که در خلال برنامه اگر سوالاتی دارن، اگر پیشنهاداتی دارن برای ما روان کنن. اجازه میتونم؟ خواهش میکنم. نمبر مثبت 964-780-255-413 پل ارتباطی ما و شما هست. این برنامه به صورت یک طرفه تقدیم شما عزیزان نمیشه. شما میتونید از طریق واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشین. این ارتباط دو طرفه تکاملی و سازنده خواهد بود. میتونین از ما سازندگان انتخاب کنین، از اساتید محترم تشکری داشته باشین. سوالاتی که حتما در مورد موضوعات مختلف برنامه ها در شبهای مختلف به ذهنتان خطور میکنه با ما در میان بگذارین و بسیار بسیار مهم است ارتباط. حتما تفقدی داشته باشین، مهربانی کنید و ارتباط پایدار نگه دارید. همچنین در فضای مجازی ما را در آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب هم میتوانید دنبال کنید. جناب استاد سجدی عزیز، با توجه به موضوع برنامه بندگی و کامیابی فردی و اجتماعی انسان، شاید اولین سوالی که به ذهن شنونده برای اولین بار خطور کنه ای باشه که بندگی به چی معناست استاد؟ آیا همان عبادت است؟ عنوانی که انتخاب کرده عنوان جالبیه. از کلمه کامیابی همه لذت میبرن و دنبال کامیابی هم هستن، ولی متاسفانه نه اونگونه که باید باشن. مؤمنین فرصت زندگی محدوده. حالا 70 سال، 80 سال، معجزه کنه 90 سال. ما در این فرصت محدود باید مسیر تقرب را بپیماییم.
مسیر تقرب هم تکامله، مسیر تقرب تکامله. اگر غافل شدیم ولو یک ساعت، ارزشمند وقت بسیار ارزشمند رو ما از دست دادیم. یک لحظه غافل شدم 100 ساله راه هم دور شد. هر کس میتونه خودش بپرسه اگر ما تقرب به خداوند را که به معنای تکامل میدانیم، هدف زندگی میشناسیم، هر روز 24 ساعت زندگیمون به مصرف میرسه، آیا ما به اندازه هزینه ای که میکنیم 24 ساعت به هدف هم به همون اندازه نزدیک میشیم؟ چه اشاره قشنگی کردین استاد، هزینه 24 ساعت. بله. دستاورد چیه؟ به هدف یابی چقدر موفق شدیم؟ ببینید ما در قالب مثال میخوایم بیان کنیم. به علم ما چقدر افزایش یافت؟ به احساس حضور ما در محضر خداوند چقدر افزایش پیدا شد؟ به همدردی ما با دردمندان آیا افزایشی به وجود آمد یا نیامد؟ و صدها مثال از این قبیل. پس ما هزینه کردیم ولی به هدف نزدیک نشدیم. تا خود رو کامیاب قلمداد کنیم پیش خود، اگر ما گرفتار غفلت نشدیم، ما نباید بشیم. هشدارهای دین خیلی شدیده. دین میگه که تو بیا رای بندگی را پیدا کن و بپیما. سر دوراهی همیشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان یعبدونی هذا صراط مستقیم. اگر بندگی مرا پیشه کردی، سر تسلیم در برابر خواسته های ما فرود آوردی، در این صورت تو راه مستقیم را پیدا کردی. یعنی راه مستقیم را پیدا کردی، یعنی به هدف میرسی، به ترقی میرسی، به کامیابی میرسی. و اگر چنون چی در پیدا کردنی راه و روش بندگی ناکام مانده چی؟ غفلت کرده چی؟ تو نمیتوانی که خود رو کامیاب تلقی کنی. پس ما بیاییم این عبادت را که صراط مستقیم و راهی است که ما را به اهداف ما میرسانه و ما را کامیاب میسازه، عبادت را معنی قابل فهمی داشته باشیم، ازش معنی قابل فهم کنیم، و قسمی که هم خود ما بتوانیم در زندگی خود پیاده کنیم و هم وابستگان ما بتوانه که عبادت رو در زندگیشون پیاده کنه و هم کل بشریت رو میخوام کمک کنیم، چون خلقت جن و انس برای عبادته. اگر ما عبادت را نفهمیم چگونه میتونیم که این فلسفه خلقت را جامع عمل بپوشانیم؟ ببینید، برای اینکه نقش عبادت واضح شود، ما ناگزیریم که آمادگی انسان را مورد توجه قرار بدیم. قبل از اونی که انسان به دنیا بیایه، قبل از آمدن انسان به دنیا، یه آموزش داده میشه روح انسان. وقتی روح ساماندهی پیدا میکنه، آموزش داده میشه. فجور و تقوا، راه و روش خود نگهداری، به او آموزش داده میشه. راهی خلاف هم به او آموزش داده میشه. راهی خلاف همون اطاعت شیطانه. خب به ما آموزش داده که تو دو راه بیشتر پیش رو نداری. اگر بندگی خدا را کردی، اون الهام های فطری را
بها دادی، بعد از تولد به مطالعه اونا پرداختی و فلسفه بعثت انبیا را به رسمیت شناختی، اون فطریاتت رشد میکنه، فطریات تکامل پیدا میکنه. خب انسان، خب فجور برای انسان قابل درک، لذا میخواد که پنهان مرتکب خلاف شود، تا شکی خلاف مرتکب خلاف شود، چون میدونه که همه نفرت داره از فجور. در مقابل خودنگهداری یعنی در مسیر فطرت زندگی کردن، سقوط نکردن در دامه هایی که تنیده شده پیش پای ما. ایران هم کس همه میفهمه، همه میفهمه. خب برای اینکه ما موفق شیم در پیمودن مسیر و مسیر فطرت رو با موفقیت طی کنیم، خداوند به ما کمک کرده. کمکی که خداوند کرده به این شکلی که برای برنامه داده، به برکت وحی قرآن همون برنامه بندگیه. پس ما در این مسیر تنها نیستیم. تنها نیست. از طرف فطرت داده که ما شناخت داریم، شناخت اتومات از پیش القا داده. از طرف دیگر برنامه مدون داده، اونم در اختیار ماه. از طرف سوم یا راه سومی را که پیش پای ما گذاشته، گفته که شما دنبال اهل نعمت باشید. اینا کسانی است که این راه را یافته و این راه را طی کرده. صراط الذین انعمت علیهم. خب انعمت علیهم چیه؟ انعمت علیهم را هم توضیح داده. من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. میخوای رفیق باشی بین اینا؟ این چهار گروه آماده برای طرح رفاقت، عزیز استقبال کنه. آیا میخوای رفیق شوی؟ نه. در بهشت، البته اختصاص به بهشت نداره. اگر طرح رفاقت ریختیم با این چهار گروهی که راه را بلدن، این راه را رفته ان، طی کرده ان، صراط مستقیم را راه را طی کرده، اگر ما طرح رفاقت داشتیم با این چهار گروه، اونها آماده برای کمک ما. لذا توسلات رو ما خوب معنا نمی کنیم. توسل رو بیم اینجوری معنا کنیم. اینها راهبلدهای ماهر و دلسوزی هستند. ما تلاش کنیم که آمادگی خود را اعلان کنیم برای بودنی با اینها. غافل نمیشیم. بگیم چشم، ما دنبال روی شما، قدم جای قدم شما میگذاریم. اگر این تعهد را ما داشتیم، ما در عمل پیاده کردیم، عامل اهل نعمت در کنار آموزش فطرت، در کنار هدایت های قرآنی دست ما را میگیره و ما در مسیر کامیابی و رشد فطریات ما پیشروی داریم. استاد میگن معنای ایمان چی هست؟ عقدون بالقلب. بله. عقد در توضیحش میفرمایند که عقد قلبی بین پیامبر درونی، یعنی همون فطرت انسان، و پیامبر بیرونی، پیامبر و ائمه علیهم السلام، و در واقع آن راه بلدی که در درون ما خداوند قرار داده به صورت فطری، راه را در صورتی پیدا میکنه که ما را متصل کنه به راه بلدان بیرونی و ظاهری، پیامبر و ائمه علیهم السلام و قرآن عظیم الشان. و در واقع ما در بر اساس همون حدیث بسیار ارزشمند نبوی، حدیث معروف ثقلین، در واقع ما اگر به این دو متمسک تمسک بجوییم، در واقع لن تزلوا بعدی ابدا میشویم. بله. و
در واقع شرطی که حضرت برای گمراه نشدن ما قرار دادن تمسک به این دو به صورت مدام هست. و در واقع من احساس میکنم که در فرمایشات حضرت عالی تماما به معنای همین حدیث ثقلین بود. بله بله، ببینید، پس همکاری غیب کرده با انسان فوق العاده، فطرت رو به او داده، هدایت وحیانی رو به او داده و راه بلدها را هم آفریده و توفیق داده که اونها هم در با علاقه مندی در خدمت انسان باشه. خب گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ خب اگر نکردیم چی میشه؟ اگر نکردیم چی میشه؟ ببینید، وقتی ما فطریات میگیم، الهمها فجورها و تقواها، اگر ما این راه را پیمودیم کامیاب شدیم، انسانیت ما رشد میکنه. و اگر نپیمودیم، آیا انسانیت ما رشد میکنه؟ نه. کل انعام بل هم اضل. این خطرها رو ما، خطرات رو ما کم مورد توجه قرار میدیم. ما میگیم خب صحبت شد درباره فطریات، صحبت شد درباره هدایت قرآن، صحبت شد درباره هدایت معصومین صحبت شد. خب همینا، آیا گوش دادی، تصمیم گرفتی که هر سه محور را مورد توجه قرار بدی؟ خب در حد توان، این در حد توان، در حقیقت آنه گوش ندادنه. خب اگر گوش ندادی، پس پیاده نمیتونی پیاده کنی. اگر پیاده نتوانستی، توی فرد انسانیتت رشد نکرده. وقتی که فرد انسانیتش رشد نمیکنه، نمیتونه با افراد همگام شوه، هم نشین شوه، هم داستان شوه. جامعه همه صالح با وجود نمیه. وقتی این جامعه با وجود نیامد، جامعه گرفتار تبعیت شیطانه، نقطه مقابل رای کامیابی. و این فرد بر فرضی که تصمیم هم داشته، مقدمات را فراهم کرده، تعهد هم سپرده، چقدر میتونه مقاومت کنه در برابر محیطی که همه در غفلتن و دنبال روی وسوسه های شیطانیه؟ مقاومت نمیتونه، دیر یا زود شکست میخوره. خب ممکنه که خب اگر مقاومت نتوانیست، این انسان به عنوان فرد شکست میخوره، انسانیتش رشد نمیکنه. خب جامعه چی میشه؟ خب جامعه همین افراده و تمام افراد هم فطرت داره و تمام افراد هم با وحی مورد حمایت قرار گرفته و تمام افراد هم اهل نعمت در اختیارشون قرار گرفته، که اهل نعمت را چقدر آزار داده انسان ها. اهل نعمت اکثرا شهید شده به دست انسان ها. و جامعه ای که به جای استفاده از این امدادهای غیبی، زمینه سازی های غیبی، به جنگ با این زمینه ها میشتابه، انسانیتش رشد نمیکنه. خب جامعه مصالح هم به وجود نمیاد، بلکه برعکس، فردی که با فطرتی خدا دادی چشم به جهان میگوشایه، ولی پدر و مادری که خودشون رو نتوانسته با قرآن متصل کنه، نتوانسته هم که با اهل نعمت متصل کنن و نتوانستن که فطرتشون رو بپرورانن، این پدر و مادر دلسوزی دارن ولی توانایی این رو ندارن دست بچه و کودکشون رو بگیرن در مسیر کامیابی هدایت کنن. بسیار تشکر جناب استاد سجادی بزرگوار. فرصت ما در بخش اول تکمیل است، انشاءالله در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود. شما عزیزان همراه، من پیشنهاد میتونم که بخش دوم که در دقایق آتی در خدمت شما خواهیم بود از دست ندین. فرمایشات جناب استاد بسیار نتیجه
خوبی خواهد داشت. در خدمت شما هستم. ای پنجمین امام که معصوم هفتمی، از ما تو راز دور سلام علیکمی، بر درد جهل خلق ز عالم طبیب تر، نامت غریب و قبر ز نامت غریب تر، وقف علوم و دانش و دین کرده هم خیش، باشی کنار ابن و اب و ام و ام خیش، آب و گل و سجیت تو جز کرم نداشت، دیدم چرا مزار تو صحن و حرم نداشت، گلدسته‌ای نداشت حرم، مرقدی نبود، صحن و سرا نیافتم و گنبدی نبود، این خاک عشق باشد و برباد کی رود، غمهای عهد کودکی از یاد کی رود، آتش به خرمن جگر از آه با تو بود، یک عمر خاطرات تو همراه با تو بود، از صبح تا غروب کشیدی ز سینه آه، اما چه خوب شد که نرفتی به قتلگاه، تو دیدی چه ها به اسارت به امه شد، در شهر شوم شام جسارت به امه شد، تو طفل روی ناقه اوریان نشسته ای، بر روی رحل ناقه چو قرآن نشسته ای، تو طعم تازیانه و سیلی چشیده ای، بر روی خار همراه طفلان دویده ای، دیدی تو خیمه های به آتش کشیده را، داغ و فرار و رنگ ز چهره پریده را. صلی الله علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله. من شک ندارم میرسد آن فرصت موعود، سرسبز میگردد زمین از برکت موعود، من شک ندارم آسمان هم رام خواهد شد روزی به زیر گام های قدرت موعود. می آید آن مردی که می گویند می بارد، از آسمان دست هایش رحمت موعود، گفتند می آید و روشن می کند یک روز چشمان من را آفتاب قامت موعود، اما دل من، این دل مشتاق و شیدایی، طاقت ندارد بیش از این بر غیبت موعود، در انتظارم تا طلوع صبح آدینه، ای کاش باشم در رکاب حضرت موعود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام داریم مجددا خدمت یکایک که شما بزرگواران رسیدیم در بخش دوم برنامه به وقت بیداری. در همین ابتدای بخش دوم باز هم لازم می‌دانم تسلیت عرض کنم شهادت جانگداز و غم‌انگیز حضرت امام محمد باقر علیه السلام به محضر شما مؤمنان محترم، شما عزیزان همراه نازنین این برنامه. در بخش دوم همچنان در محضر جناب استاد سجادی عزیز هستیم با مبحث بندگی و تأثیرات فردی و اجتماعی آن و آن رشد و تکاملی که حضرت استاد قدم‌های و گام‌های از آن برای ما توضیح دادن، و من می‌خواهم که بخش دوم با یک سوال آغاز کنم. جناب استاد، با توجه به فرمایشات حضرت عالی در بخش اول، ما به این نتیجه می‌رسیم که آیه قرآنی که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای از یک سو، و از یک سوی دیگر ما شاید طوری یاد گرفتیم که عبادت
یعنی نماز خواندن، عبادت یعنی روزه گرفتن، عبادت یعنی انجام اعمال عبادی که ظاهر عبادی داره. آیا این همان چیزی بود که حضرت عالی مورد نظر داشتین که ما را به تکامل میرسانه، ما را به رشد میرسانه، یا نه این 24 ساعتی که ما هزینه کردیم در طول یک شبانه روز چیزی دیگری را هم شامل میشه؟ ببینید اطاعت چیست؟ ما عبادت در اینجا به اون اطاعت یا کنابود به اون اطاعت، ما گویی عبادت به اون پرستش تواضع. ولی در این آیات که ما میبینیم یا کنابود به معنای مطاع بودن، تسلیم بودن. خب حرکت های بیرونی نشان دهنده اون روحیه است که تسلیم بودن در برابر خدا را پذیرفته. پس اصل عبادت کار روح است. پیکر معبد عبادتگاه است. حرکت هایی که ما انجام میدیم نشانه این است که ما تسلیم شده ایم. اون حقیقتی که تسلیم شده چیه؟ روح ما. پس ما میتونیم که عبادت را خودمان بنشینیم، معنا کنیم و بعد دقت کنیم که آیا روح ما تسلیم شده یا نه. آیا با آیه یک شریفه ایاک نعبد و ایاک نعبد یک معنای خیلی عمیقی داره. معنای عمیق نکته‌ای که با منان عمق مطلب مطرح میکنیم اینه که حصر را میرسنه، یعنی فقط تسلیم تو هستم، فقط تسلیم تو هستم. نفی هر کس و هر چیز دیگر، نفی هر تقاضایی، هر فرمانبری. ممکنه فرمانبری های مختلف مطرح شد. ما یک ساعت می نشینیم فیلم نگاه میکنیم، دعوتی که اجابت کردیم، در برابر چی خواستی تسلیم هستیم؟ آیا تسلیم خداوند بودیم این یک ساعتی که نگاه کردیم؟ تو عبد باشیم و نگاه کردن ما عبادت به حساب بیایه. پس ما عبادت را به معنای تسلیم بودن معنا کنیم و جسم را به عنوان معبد عبادتگاه و حرکت ها را به معنای نشانه عبادت و تسلیم بودن معنا کنیم. اگر ما عبادت را این گونه تفسیر کردیم برای خودمون، ما از غفلت نجات پیدا میکنیم، ما از مصرف بی رویه فرصت ها نجات پیدا میکنیم و ما از به سمت مثبت شدن پیشروی پیدا میکنیم. علامت مثبت شدن اینه که ما جاذبه پیدا میکنیم. امکان نداره که انسان با قبول بندگی مسیر ترقی را پیدا کنه و بپیمایه و محبوب دلها نباشه، مقبول جامعه نباشه. امکان نداره مقبولیت پیدا میکنه. وقتی مقبولیت پیدا کرد، فرد عضو جمع میشه و جماعت به معنی قدرت، یعنی جامعه ای که همهشون راه و رویش بندگی را پذیرفته، عبد شده، روح همه تسلیم در برابر خداوند، روح همه و از پیکر خودشون به عنوان عبادتگاه استفاده میکنن. با فعالیت هایی که نشانه عبادت هست نشون میده که ما عبد هستیم، بنده نیستیم. اون داستانی که مربوط به امام موسی بن جعفر میشه ظاهرا که از دم خانه بشر حافی رد میشد و در منزل هم محفل رقص و آواز بود، حالا خادمه بود چی بود که
چیزی را آورد بیرون بیاندازه. بله. امام یک سوال کرد، گفت صاحب این خانه عبد؟ بله. آقام عبد؟ بله. اگر عبد می بود این رفتار را نداشت، یعنی اگر بنده اگر می بود. وقتی برگشت بشیر گفت کی بود چی گفت؟ یک آقای آمد این سوال را کرد، این جواب را داد. بشیر تکان خورد، بشیر حاوی تکان خورد، فرصت کفش پاکی پای کاب کردن پیدا نکرد، دوید دنبال حضرت با پای برهنه توبه کرد. و چون با پای برهنه دوید دنبال امام، نامش گذاشته شد بشیر حافی پا برهنه. یک سوال حضرت که آیا صاحب خانه بنده است یا آزاد؟ بله بله. بیایم ما این سوال را از خودمون کنیم، آیا ما بنده ایم؟ یعنی روح ما تسلیمی در برابر خداوند هست که تبعیت کنیم فرمون ببریم یا نه؟ این خیلی مسئله پیچیده ای نیست، ما میتونیم خودمون از خودمون سوال کنیم. اگر تسلیمه، پس این پیکر را در خدمت بندگی خدا قرار بدیم که روحمون این بندگی را پذیرفته. و اگر نه، هنوز تسلیم نشده ایم، خب بیایی مقدمه تسلیم شدن را فراهم کنیم. نماز برای نماز ذکره که ما را به یاد اون چی که باید داشته باشه میاندازه. پس اعمال عبادی ما تکراری نیست استاد؟ نه خیر، یعنی ببین شما هر نماز انسان را بالا میبره، ترقی میگه در زمینه های مختلف. ترقیی که دین میده همه جانبه، هم بر نفع جامعه فعال میشه، هم بر نفع خودش. نو آوری برای یک انسان عبادت کننده امر طبیعیه. هر روز شاهد افقهای جدیدی خواهد بود، مشاهدات جدیدی خواهد داشت، حالات روحی جدیدی خواهد داشت. تکراری نیست، قطعا تکراری نیست. پس ما بیاییم اهم تکامل فردی را دنبال کنیم با عبادت، هم تکامل اجتماعی را دنبال کنیم. تکامل اجتماعی چه واقعیت پیدا میکنه؟ زمانی که ما ترقی همه را بخواهیم، همونجوری که ترقی خود را، کامیابی خود را میخواهیم، کامیابی دیگران را بخواهیم. همونجوری که برای کامیابی خود هزینه میکنیم، آمادگی میگیریم، برای کامیابی دیگران هم هزینه کنیم، آمادگی بگیریم. قو انفسکم و اهلکم نار. بله. استاد سرعت کدام تکامل بیشتر است؟ ما بخوایم به عنوان یک بنده، به عنوان یک فرد تک نفر به سوی خداوند عبادت کنم، به سوی خداوند رشد کنم، تکامل داشته باشم، یا بخوایم این رشد و تکامل فردی خودم به جامعه انتقال بدم و محیط با محیط رشد کنیم و تکامل داشته باشیم، احسان کنیم، رفتارهای اجتماعی مثبت داشته باشیم، رفتارهای اجتماعی که خداپسندانه است داشته باشیم، سرعت کدام بیشتر است؟ ببینید هدف اصلی ایجاد محیط. برای که ما اگر محیط را تحت تاثیر قرار ندیم، محیط حمله میکنه، ما را میبره مثل سیل. پس ما در اولین نمازی که میخوانیم یا که نعبدو میگیم یا اعبدو؟ نعبدو. نعبدو میگیم. یعنی ما دنبال این هستیم که تمام افراد مؤمن بیه دست به دست هم بیه. یا ما وقتی تعاونن البر و تعاونو هم جمعه. بله. هم دیگر رو کمک کنید در خیر رسانی و در پرهیز از هم دیگر آزادی. تواصل بالحق، تواصل بالصبر. همه از زمایر جمع استفاده شده. پس ما دنبال ساختن جامعی باشیم که همه اعضایش در فکر ترقی و پیشرفت و تقویت رشد فطریاتشون هست و در فکر این است که همه عبد باشه و عبادتگر. بله، با عنوان مثال خارجی خود نماز هم نماز از عبادت، ولی به شرطی که
روح را بپرورانه. اگر روح غافل بود، نماز آخر شد، السلام علیکم رو گفت، متوجه شد که نماز تمام شد، پس این نماز ذکر نبوده، مایه روش نبوده، مایه روش نبوده. حالا ادای تکلیف میگن، همه مراجع میگه ادای تکلیف شده، ولی این نماز این فرد بالا نمیتونه ببره، تکون داده نمیتونه، از سری جاش در جا مانده، میخکوب شده. پس ما بیاییم هدف ساختن محیط و جامعه، گرچه که این عمل در خدمت ترقی خود فردم است. استاد توصیه زیاد شده به ما به نماز جماعت در مسجد. بله. و در حدیث روایت آمده که نماز نیست برای کسی که در همسایگی مسجد باشه ولی در مسجد حضور پیدا نکنه و نمازش فرادا در خانه خودش بخونه. پس این یک نشانه است، یک اهمیت خیلی مهم. خیلی مهم. و در واقع همان بحث رشد اجتماعی، رشد عبادت اجتماعی، محیط بسیار آماده برای یک سیر تکاملی. یعنی شما ببینید 100 نفر در مسجد نماز میخوانه، یک جمع. این 100 نفر را که بنده خدا میبینه مشغول نمازه، در واقع 100 تا توصیه با خدا باش دریافت میکنه، نمیتوانه که این 100 تا توصیه را ندیده بگیره. تواصل بالحق داره، تواصل بالصبر داره، تواصل بالمرحمه داره، تعاون البر داره، همه هم تعاون البر و تقوا داره. لذا تأثیر جمع، جمعی که در یک عمل مشترک کنار هم قرار گرفته، روی ساختن افراد تأثیر گذارش چند برابر میشه. استاد بس تعاملات اجتماعی ما چقدر تأثیر داره؟ مثلا احسان کردن، کار خیر انجام دادن، کمک به هم نوع، آیا اینها هم در همین صورت تکامل متأثر؟ تمام حرکات، تمام حرکات از دو حال بیرونی، ان یعبد الله و اجتنب الطاغوت. تمام حرکت های ما، بعضی وقتا نماز ما در خدمت طاغوت قرار میگیره، با اینکه ظاهر نماز عبادته، در خدمت طاغوت قرار میگیره، در خدمت شیطان قرار میگیره. چی رسه با کارهای دیگر؟ انفاقات ما که چی؟ اگر چنانچه ما همیشه در حال تقویت یاد خدا نباشیم، دزدان مسیر را مسدود کرده خیلی قدرتمند، میتونه که ما را به دنبال خودشون بکشن. پس ما همیشه در حالی آمادگیری داشته باشیم، آمادگی باشیم و همیشه آماده باشیم، توانمندی خود رو بالا ببریم که تا ما را دنبال وسوسه های خود نکشانه. ببینید فیلم سازا چیکار میکنه؟ خب خود فیلم سازا این سوال جواب بده، آیا با ساختن یک فیلم بیننده های خود را دعوت میکنه به اینکه بندی خدا باشه یا نه دعوت به کار دیگر میکنه؟ اگر دعوت میکنه به بندگی خدا، ای تعاون البر و تقوی، فیلم سازیش هم تعاون البر و تقوی. و اگر نه میخواد تحریکی جنسی کنه، ای تعاون علی الاثم و العدوان. پس بر این اساس راه خیلی باریک و لغزنده میشه، راه زندگی، راهی هموار و خلاصه وسیع و اینجوری نیست، خیلی باریک و لغزنده. چقدر ما روی همدیگر تاثیر داریم در اجتماع. در واقع تصمیمی که من برای یک شاید یک مسئله شخصی برای خودم میگیرم، شاید ظاهرا شخصی است ولی شاید بر یک اجتماع تاثیر گذار است. قطعا اگر ما محاسبه کنیم این کار امروز ما رفتیم در محیط کار حضور پیدا کرد. خب در ظاهر ما کار شخصی کردیم، مزدم شب میگیریم، اما تمام حرکت هایی که ما در این محیطی که 100 نفر کارگر کار میکنن روی دیگران هم اثر داره، اثری خوب یا اثری بد. یا تعبیر دیگر، روحی افراد حاضر در این محیط را وادار به بندگی خدا میکنه
یا نه وادار میکنه که بندگی وسوسه شیطان، دنبال وسوسه شیطان باشه. از این دو حال بیرون نیست. ما در نماز چی میگیم؟ در نماز تعهد، یا فقط تو را بنده هستم و در برابر خواستهای تو مطیع هستم. این 10 بار واجبه که در روز ما تکرار کنیم. بله. و همونطور که حضرت علی فرمودین ایاک نعبد و که نستعین، بله، اهدنا الصراط، بله، المستقیم. همه ضمایر جمع هست. بله. اونم یعنی ما دنبال این هستیم که تمام افراد در مسیر مستقیم، مسیر مستقیم، مسیر عبادت و ان یعبدونی هذا صراط مستقیم. استاد عزیز، بس بسیار شیرین، بسیار پندآموز، درس آموز، و متاسفانه دقایق پایانی برنامه است. ما حدودا 4 دقیقه دیگه در خدمت حضرت عالی هستیم و دوست داریم که در 4 دقیقه هم همچنان از فرمایشات حضرت عالی کمال استفاده رو بکنیم. ببینید، اگر ما مسئله را این گونه تحلیل کنیم که اینجوری هم هست، باب الفضل که اینجوریه، اینو قسمم خوردم، قسم بالاتر از قسم باب الفضل وجود نداره، چون برای ما شما خیلی عزیزه. بله. این شهید بزرگوار، شهید کربلا، پرچمدار کربلا، خیلی عزیزه. مثلا از همین قرار، ما سر دوراهی هستیم، هر لحظه ای که از عمر ما سپری میشه، آیا ما ان یعبد عبادت خدا رو دنبالش هستیم یا عبادت شیطان؟ چون از دو حال بیرونی، ان یعبدونی حضرت مستقیم، اگر تعاونی بر اسم باشه او عبادت شیطان. خب ما چرا برای شیطان این خوش خدمتی را داشته باشیم؟ بس ما بیاییم همیشه، ما یک مسلمانیم، ما یک مؤمنیم، ما ممکن یک سال مطرح شده خورای حل چیه؟ ما که تا هنوز نشد از اهل نعمت استفاده نتونستیم، از قرآن استفاده نتونستیم، ما هنوز فقط لفظ قرآن میخوانیم. در صورتی که ما اگر معنای قرآن رو نفهمیم، یاد سام به قرآن نتونیم داشته باشیم. بیاییم هم بیندشیم که ما اگر میخواییم هدایت غیب را داشته باشیم بر نفع بندگی خدا، به مشکل اقلا مشکل ترجمه آیات حل کنیم که معنای ظاهر آیه را بفهمیم. هزینه زیادی نداره، به شرطی که ما بخواهیم. یا این که مثلا خب روز شهادت باقر، امروز ما چی استفاده کردیم؟ باقر آیا توانستیم که الهام بگیریم برای تقویت عبادت و بندگی خدا؟ نه. استاد، در روایات زیادی از معصومین علیهم السلام به ما دستور داده شده، نه توصیه، دستور داده شده که به اعمال خودمون در شبانه روز رسیدگی کنیم، در واقع یک بازبینی داشته باشیم به آنچه که در اوقات 24 ساعت بر ما میگذره. بسیار 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 مفید بود بحث امشب. در خدمت شما حضرت استاد بودیم، دست در دستان شما در باغ معارف الهی قدم زدیم. خدا خیرتون بده و دعا بکنید شب شهادت هست انشاءالله که همه ما استفاده کنیم. خوب، شب شب مهمیه و نعمت ائمه هم نعمتی در برابر نعمت قرآن، و ما دستور داریم که به هر دوی اعتصام کنیم. ما از خدا بخواهیم که در لحظات حساس، خدایا ما را همونجوری که توفیق ازت میخواهیم، ما را توفیق بده که از وحی قرآن استفاده کنیم، به قرآن اعتصام داشته باشیم، به ائمه هم اعتصام داشته باشیم، به امام باقر علیه السلام نیز اعتصام داشته باشیم. الهی بسیار تشکر میکنم. سلامت باشیم. از همه شما بزرگواران، شما همراهان بسیار محترم رسانه جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که در فرصت‌های بعدی هم خداوند توفیق عنایت کنه تا به همراه استاد عزیز در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه را به پایان میبریم با دعای همیشگی خودمان. اللهم ان هذا منك و من رسولك و من حجتک.